لیوی کباب دم بزن آقا، موقع بوری کمتر قره بزن آقا، گر نفس قره بزن آقا. چشم تو در پنجره رو پیش کن، پرده رو بنداز به خدای دختر همسایه نظر مینداز. تو که همش بوری بلا خدا، جون موی تو باور کن، آه ناله را کم پر کن، فکر شیوه ای بهتر کن. دنبال زن ها سگ دو کم بزن آقا، کم ز دل ها. مکن زبان باری ای شاز به پسر، بکن برای خود یک فکر دگر، پدای محشور را کمتر تو درار، برای خوشگل ها کم شو سر خر. دیگه خریدار زن خانه زن، پدای روی تو اونها نمیشن، به دنبال دیگه اونها نمیان، به قربون چشمت اونها نمی. دنبال زن ها سگ دو کم بزن آقا، کم زده لیوی خوابت دم بزن آقا، موقع بوری کم تر خوره بزن آقا، گر نفسندی از نو بوره بزن آقا. چشم تو در بیش کن، پنجره رو پیش کن، پرده رو بنداز به خاله و دایه، دختر همسایه نظر مینداز، نظر مینداز، نظر مینداز، نظر مینداز. جمعتون جمع جمعتون جمع، یکی تو کم جانا، جمعتون والا جمع روزگار، جمع جمال عمتون عشقه. هیکل آقا مال مهوش، میترسم از دود و صدای جیگه، میگه بیداری حتما نسیگه، چشم چی بینه باز باش نشابه، قلب مرا کردی چه خوب نشونه، دوای دردی چه درمون داری، میدونی که من مردتم، میدونی زمین خوردتم، میدونی که من مردتم، میدونی زمین خوردتم. من که گفتم با تو هستم، با تو هستم، من که دل را به تو بستم، به تو بستم. Do I?
هرگز نگسستم نگسستم با تو هستم با تو هستم با تو هستم دل بره با مزه من سبزه خوشمزه من مول منی مول من دست تو خواهد دل من هجر تو شد مشکل من مول منی مول من می ترسم از مور و صدای جیغت جیغت می بره ابرهاد جیغت چشمت چه تیر انداز خوش نشانه قلب مرا کردی چه خوب نشانه نیری سیری سیری سی جیغت می بره تیزه پسر بیبین بیرون چه خبره؟ فکر کنم جدیدی باشه چشم با من اینجا هرکی هم مخابسه من که عدد لاجل باشی نمیدی کار دوباره چه خبره تو یه لایی؟ بسم الله خانه جلا اینقدر حرف نزن پسر تو چقدر بر میزنی خفه شو دیگه آره دیگه برو شجن شجن قرنی هم جن بودادهی که میگن اینه آره این بونگایی که میگفتی تو این دخمه هاست؟ آره جونم برو جلو بفرما سامه خوش آمدید قربون قدمه بفرما از مجر و افا این سینه اسکوپه کیه؟ پیکلش تکه سلام علیکم سلام 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 بشه این دیگه چیه؟ این همون کسیه که قبلا گفتم بقیه افش نمیخوره آدم میسازمه اگه اونم نسازتش من درستش میکنم افر امشب باب بره سر کار امشب خودم میبرمش آقا کنیاک بخور نه بابا چه خبه تفاشو بینم از اول کار خودتو بعد سابقه نکن چشما درویش کن آره بره در ببینم من باید اینجا کار کنم آره جونم بس خواهش میکنم که میز منو همین بغل دست توغل بذار آره پسر میشیه قسمت آره اینجا چند قسمت داره قسمت جی قسمت کیف قسمت کشو قسمت زمینی قسمت هوایی همه اینایی که گفتی همین جاست؟ نه جای معینی نداره زنا کدوم قسمت هم؟ زنا تو قسمت کیف کیف؟ آره راستی کیف ماله کیه؟ من میرم تو کیف نمیشه تو باید داری تو قسمت هوایی هوایی؟ آره حالا نمیشه من برم قسمت زمینی؟ نه جونم برای تو زوده هوایی آسونتره خطرش هم جمعتره خطر؟ نه اگه یه ذره زرنگ باشی هیچ خطری نداره یه دور میری بالا یه دور میای پایین یه دور میرم بالا یه دور میام پایین آره یه دور میرم بالا ببینم نکنی میخوای دربون آسانسورم کنی؟ نه پسر این کارها نیست یه تیکه تناب دو تکیلی چند تو میرم یه تیکه تناب دو تیکیلی چند تا میخ یه دور میرم بالا یه دور میرم پایین خیلی کار ساده ایه بله فهمیدم نوکشیه یه تیکه تناب دو تیکیلی چند تا میخ یه دور میرم بالا یه دور میرم پایین به به رجب خیت کردی چه تله ای افتدی یک پدری ازت در بیارم که خودت حس کنی ببینم لابد ساعت کار قسمت هوایی شما از ده شب تا صبح آها آره دیگه به
پس همکار قدیمی هستی؟ همکار قدیم؟ یعنی چی؟ چیز دیگه احمق جون، یعنی اونایی که شبا میرن کار، هر جا دلشون میخواد میخوابن، هر چی دلشون میخواد میخورن، هر چی دلشون میخواد ور میدارن. آره با پس سابقه داری؟ آره بزن داری. الاختیاری الاختیاری از کجاشی دیدی؟ من امشب میخوام کلی کار یادت بدم. مثلا چه کاری؟ یه تکه تنا، دو تکیلی، دو تا مرد. یعنی چی؟ حال نگاه کن. سیاحت کن، حالا خود بوشونسو ببین الان میره آسمون هفتو. مرکه گرفتی؟ نه تردستیه، نه چشمندیه، محکم بگی سر تنابو. چیکار کنم اینو؟ ببن محکم به دستت بینم. حالا ببین بوشونس یه پارچه آقا مثل فرفره قل میخوره و قل میخوره و قل میخوره و قل میخوره میاد جلو سام نگه. حالا میچرخی میره آقا. آها خوب بیا. آها تو هم کنم آخه تو هیکلت خوبه بیا تو هم کنی. خوب تو تله افتاد اینا که بگیر بینم یه مشتو یه پک گردنه این به خواب چهار نداری. آها ببین یه تیکه تنها دو تا کلید برمیداری، چند تا میخ، یه دونه اردنگی میری خونه بابا دوزی، یکی دیگه، آها، حالا با یه روغنداغ کن، یکی به سر، یکی به تا، محکم بگی که دم بکشه، خدا حافظ، آی جنابیان، گردگیری بکنه مامان جون. ایوا نکنید آقا، تو رو خدا الان خانم میاد هیچ کاری نکردم وقت دعوا میکنه. غلط میکنه که دعوا کنه، اصلا اون باید کلفت تو باشه. خوشگلم تو بلبو پلم، تو باید فقط یه دست لباس قشنگ بپوشی، این پیشبندم واق یه ماچم پوست بکر بده دهن من تو بشی خانم. او باز دیدید آقا لوس شدی. آخه اگه الان خانم بیاد چی جوابشو بدم؟ هیچی جونم، خودم جوابشو میدم. اصلا تو رو میگیرم، هر دو تو میشید خانم. من هوای خانم نمیشم. خب پس اونم طلاق میدم، یه کلفت برات بیارم. اون وقت اگه اون کلفت خوشگلتر بود من طلاق میدید اونو میگیری. نه کلفت که اصلا محاله، اگر یک حوریم باشه اونم محاله، اصلا همه چی محاله. بله بله. خب آقا شما از این حرفا زیاد میزنید، باز دیدین شلوغ کردین. خب حالا از این حرفا بگذریم، بازم وقت داریم که صحبت کنیم. بیاد بریم تو حیا سر نردبونو بگیریم، بیاریم تو اتاق، وقتی که کارم تموم شد وقت دل میدیم قلبه بگیریم. بریم بابا جون، بودو بریم قربونت برم، بودو بریم قربونت برم.
یالا آقا گذاشتیم زود باشیم. اختیار داری جونم، من زورم ده برابر شده. دریون ببین منو به چه کارایی با میداری یا قربونت برم. قربونت برم. قربونت برم. یه کمر خورد شد. وای 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 در ما نکن، ما نکن، در این ممکنه خانوم باشه. آی خدا ذلیلت کنه. سلام جان. وای 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 آخ کمرم. وای 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 این چه حرکتیه؟ چه رفتی زیر نردبون؟ چرا لباسات خاکیه؟ چیزی نیست عزیزم، از اینجا رد میشدم نردبون یهو افتاد رو. علی آره تو گفتی و منم باورم. آقا رو میپای، مگه بازم خیال داری نردبون بازی کنی؟ و خانم من چه تقصیری دارم؟ اون تقصیر نداره عزیزم. حالا از این حرفا بگذریم، بگو ببینم این چی همراه آوردی. سلام. علیک سلام. این یه پسر خوب و درستکاریه. اگه نبود امروز کیف منو زده بودن. آوردمش اینجا پیشمون بمونه. برای نوکری که خوبه. آه پس برای نوکری آوردی. خب معلومه، پس برای چی؟ آخه قربونت گفتم که ما نوکر لازم نداریم. من اصلا از ریخت هرچی نوکر بدم میاد. بله آقا میدونم. جناب عالی فرمی خواهید همیشه به جای نوکر کلفت تو خونه باشه. که به سر و کولش بپره. آه باز شروع ولی برای سینت ضرر داره. نمیفهمم تو چقدر کج خیالی. من فقط میگم کلفت برای خونه بهتره. منم میگم نوکر بهتره. زیادی هم حرف بزنی عصبانی میشم، جلو اینا دوتا میزنم تو خونه. زری برو در باز کن ببین کیه. آه مثل اینکه سر آورده. مگه فاتو نیستم؟ ده برو دیگه. خب چشم خانم، شما هاش بادم دعوا دارینه. تو هم اونا رو بذار زمین. خسته بشی. برو دوجا برو. خسته شدم. ده برو از دستش دیگه به زمین. خسته شدم. بده من. خفه شی. با شما. به زمین. چشم. کیه؟ بفرما یا باشی کار میشه. واقع کن دیگه بعد چقدر لفتش میگی. یا باشتر حالا با کی کار داری؟ کجاست این آقای نکیه؟ تا چی کمیشه تارت بکنم؟ ببینم کجا داره میری؟ میخوام برم پیش صاحب خونه یارو نکیه. سلام علیکم. منو میشتسی؟ به جان خودم نه. حالا بگو ببینم با من چیکار داشتی آقا کوچولو؟ بیمارد به من بگی آقا کوچولو؟ من رستم دورون، یکه بزن عرصه میدون، شیر سیرون از قصیبی. حالا که حسابت رسیدم خوب منو دستی. آقای شیر شیران، رستم دوران، اصغر سیبیلیان، آخه حالا این چه کاریه؟ نمیشه حساب من یه روز دیگه برسیم؟ من این قصاب سر کوچه نیست. ما که باش حسابی نداشتیم. بله؟ حالا بگونم حساب چقدره؟ خوب خواهد تا میزنیم به فرصت جهل چپ. الان خفت نکنم یه بگیم دادیم بابا. ای بابا به دادم برسیم. نمیفهمم آخه این چه وحشی گیریه در بردیم؟ راست میگی وحشی، دیواره، زن گیری. آقا حرف حسابیتون چی آخه؟ اینجوری که فایده نداره خانوم، اول بدین یه فت بدم بعد واسه تون تعریف میکنم. بیرون دیگه عزیزم مواظب من باشا. آقای شیر شیران، آقای رستم دوران، از خرسی بیاد از همون دور وایس حرفاتو بزن. تا که میترسی چرا دنبال زده مردم میافتی؟ داداش دادی بیداد نداره، حرف حسابم دعوا نداره. درست با زبون خوش بگو موضوع چی شد. به جون تو نباید که به مرد خانوم خون خون آدم میخوره. آخه میخوام ببینم این آقا چرا افتاد دنبال نوزاد ما. پسر چرا دریوری میگی؟ کی افتاد دنبال نوزاد تو؟ این سیمیلت آقای ما این کاره دیگه. تو دیگه چی میگی بستا؟ آقا بس دیگه بجب تو همون هندونها رو بعد ببر تو اتاق. یالا خانم اجازه بدین حسابشو برسن. بس دیگه میگم برو. چشم واسه خاطر خانم نبود الان جفت سیبیلاتا جوز میدادم از قبل سیبی. اشتباه میکنی، نامزدتون کیه؟ نامزد من فتی، همین کلفت خونه بغلی. به مرگ عزیز دروغ دیگه. پسر من کی افتادم دنبال نامزد تو؟ چرا شر به پا میکنی؟ آقا از شما قویه، سر پیری و معرکه گیری شما وجه پدر اون هستی. شما باید یه با بچه های محل نصیحت کنی. حق با شما آقا جان، خواهش میکنم اونو ببخشید. عید به این خانوم که گیر تو افتاده. آخه خانوم به این خوبی چه نفتی داره که دلگی میکنی؟ از خراقا راست میگن. بفرمید آقا سلوات بپیشید. بفرمید. خیلی خوب. پس گل رو تو خانومم که شده میبخشمش. اما یه دفعه دیگه دنبال نون زده ما بیافته دل و روده و سیره و شیرزونه که کمپلت بریزم بیرون. خیلی خوب آقا بفرمید. قربون همه گی بجه تا یکی. خوش اومدی. خاک بر سرت. به تو هم میگن آدم؟ دروغ بگفت. تو که نذاشتی حسابشو برسم روشی کم بکنم. تو که از حرف داشتی زهره طرف میشدی. در از صورت این آخرین دفعه باشه که حوث هرزگی به سرت زده و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.
دری. بله. فوراً رجب ببر توی اتاق خودش. اما یه کاری نکنی اینم مثل اونای دیگه فراری بشه ها. وا اختیار داری خانم. بلا دیگر به خدا جانم به لب آمد، از بخت سیاه در آه و فغان روزم به شب آمد، از خستگی روزانه چو شب شد سوز و تب آمد. جارو کنم و پارو کنم و قالی به تکانم، گختی که سیاه میسابم و گخ عشقی به فشانم، در پختن آش بودا دل ماش مشهور جهانه، مانند هبنگ از تو سری خانم به فقانه، بر کله من تو بد لگن و دیگ و چمدان رو ظرفی شکنم خانم زنده، صد میشه زبان فریاد و فقان. از دود چراغ نفتی گردید سیاه روی من چون صورت لولو، دیشب سر گوش خورد کردن انگشت چپم ببرید با تیغه چاقو، وقت گوشت کوبیدم انگشتم بشکسته، این سبزی خود کردم قلبم رو ریش کرده، خورده به دست من دسته، خون به دل من بنشسته، از سهرم تو بوغ سک زار و گرفتار و خسته، ظرفی شکنم خانم زنده، صد نیش زبان فریاد فقط. این حرفا چیه زری جون؟ من تو رو دوست دارم، من کشتتم، من مردتم زری جون. زری مامانی نمیدون قربت دارم ای من جون. یه جلا میاد چه کنی؟ از همون دور حرف رو بزن دیگه، فایدت چه همش قربون صدقه خشک و خالی. ببین آقا چی با پولش حاج داره من از چشمتون میندازه. وا خدا چه از خود راضی؟ اول ببین منم تو رو دوست دارم یا نه. معلومه از چشمات پیداست که واسه هم میمیری زری جون، منم تو رو دوست دارم. خوبه بلم کن بس دیگه، برو کنار بذار کارامو بکنم. برو دده من قربونت برم، دستات خراب میشه زری جون، اصلا تو دست به سیاسفید نمیخواد بزنی، خودم همه کارا رو واسه رو انجام میدم. بخ بخ که عجب زبونی داری، ما رو از سوراخ بیرون میاری. اما چه فایده برای من که اثری نداره. میدونی چه؟ من که زن تو نمیشم، آقا خودش میخواد منو بگیره. آقا؟ آها چی گفتی؟ آقا که زن داره، تو رو واسه چی میخواد؟ ده خودش گفته. بگو تو میری دروغ گفتی زبون سو، خانمو طلاق میده منو میگیره. اولندش که به تو دروغ گفته، دومندش مگه من برگ چغندرم که بذارم، سومندش از قدیم گفتن کبوتر با تر باز با باز، رجب هم با زری جون قاز با قاز قاز قاز. خب بیلین حرفا قاز، من زن آقا میشم قاز. هیچیز آقا رو بل کنم بیام زن تو قاز بشم قاز. آقا خواسته گولت بزنه، حرفای این مرکه یه الدنگ رو گوش نکن، دست خانم درد نکنه با این نوکردنش. بیشون به جای این که بری به کارات برسی اومدی پیش این دختره پشت سر من چرت و پرت میگی. یالا برو گم شو زری جون. خیلی خوب چرا وایسادی؟ چرا نمیری؟ بهت میگم برو بیرون.
خیلی خوب، میدونم چی کار کنم. یک آشی واسط ببازم که دو خیلی روغن روش بایسته. چرا بیرون؟ من مردم؟ هر چی میخوای به من بگو، مثل برق واسط جا میرم. مامان جون بابا خوش بگورم چه حرفا میزنه این آقا. بابا بابا تو خدا بل کنی. آقا جون نگاه کن، تو که منو کشت. آقا بلم کنی یه دونه ما شما بگو. یه دونه ما کنان چه قربونت برم. آقا بلم زدی خواهی بیاد من خواهی بسید. هر چی بخواهی واسط بیخم. کجا در رفت؟ بذار من بگیرمه. چرا؟ آقا جون موشری گرفتم. آقا جون موشری گرفتم. منم گربه حرومزاده رو گرفتم. یک موش گرفتنی بهت نشون بدم که در داستانها نخونده باشی. مردش رو اون ترچه تورم ببرم. خانم به خدا من تقصیر ندارم. خفشو من اصلا کلفت نمیخوام. یالا برو بیرون. خانم اول گربه ها رو بیرونش کنی. تمام تقصیر تو بدجنسه. من دیگه نوکر نمیخوام. نوکر اصلا یک وجود زیادیه تو خونه. یالا برو بیرون. نه تو رو خدا بخوام. کلفت تو خونه زیادیه آقا. رجب باید اینجا بمونه. دری یالا گمشو بیرون. برو بیرون. ریختش رو نگاه کن. عوض اینکه این لباس ها رو واسه این بخری، حقوق رجب رو بده. رجب باید از این خونه بره بیرون. دم به ساعت های ما رو بیرون میکنم. چشم آقا میریم. تا الان که تو این خونه بند شدیم، اولش برای گل روی خانومه، بعدم برای همون موشیه که داشتین شما عقبش میگشتین. نه رجب تو نباید بری بیرون. زری باید بره. اگه زری بره ما به چه دلخوشی تو این خونه بند شیم خانوم؟ ببینم رجب، مگه تو زری رو واقعا دوست داری؟ والا خانم از آقا بپرسی. از آقا چرا؟ واسه این همینی که با ما بده. از کوری چشم تو هم شده وسیله عروسی اینا رو فراهم میکنم. قربون تو حامی نوکرها برم. گم شو. دیدی چه ها شو جان رجب دوما شو. مامان دهر ما اون ترسیدم صد دفعه نگفتم سرزده تو اتاق من نگه شاد نخ باشم. به من هر وقت میخوام بیام پیش تو اول از سلاخی کلید نگاه میکنم. اگه لخ باشی از اون سلاخی خوب هیکل تو برانداز میکنم. لباس که پوشیدی دفعه میکنم میام تو میگم سلام. تو خیلی شیطون شدی ها. این هیکل قلمبه تو من شیطون کرده. نانا جو حالا با رو تخت بشین تو جمجورم بکنم یه نقشه کشتم میخوام بهت بگم. الان میشینم رو تخت زری مامانی یا سیقت کنم دیوه نمانی. خوب گوشاتو باز کنم میخوام بگم. ببین این یه کاری که از دست تو برمیاد. با جون و دل حاضرم انجام بدم. سر چه باشد که نثار قدم یار کنین. این کدو ایست که او یار حسن هم داره. خب بسه گوش کن. امشب خانم مهمونی منزلم نمیاد. قراره که آخر شب وقتی که همه خوابیدن آقا بیا تو اتاق من. واسه چی؟ توف برود بیاد. به جون تو زری اول من تو رو میکشم، بعد آقا رو میکشم، بعد خودم. نه خودم حیف کشته بشم. من اینجا زنده باشم یه نفر نصف شب بیاد پیش تو؟ مگه من حفظ خورمم دختر؟ باز حرفم تموم نشه شروع بازی در وردی؟ بذار حرفم تموم بشه. دیگه چه حرفی داری بدنی؟ حرف نزنم. اگه بخوای دیوون بازی در بیار حرف نزنم. خیلی خب بگو. اینقدر داد بیداد کردی که یادم رفتی میخواستم بگم. اصلا هیچی نمیگم. حالا چرا قهر میکنی؟ بذار توتی رو بذارم دهنه قهر. بکن بکن لبو لبو کن. بجو صدای کروچه کروچه بگم. خیلی خب ببین تو باید امشب بیای تو اتاق من بخوابی. چشم کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ نه دیوونه ذوق زده نشو، من که تو اتاق نیستم. تو باید بیای جای من بخوابی که وقتی آقا میاد تو رو جای من عوضی بگیره. واسه چی؟ برای اینکه خرش کنی هرچی پول داره ازش بگیری
بعدم بهش بفهمونی که کسی تا دیگه تنبیه بشه از این کارا نکنه. خوب فکر کردی زری، این بهترین کلکیه برای دست سر کردنش، تا اون باشه که چشمش دنبال تو نباشه. وای زن شدن چقدر سخته. خب بذار اینم دیگه سرت بذارم این کارا تمومه بشین دیگه، میشه یه زن حسابی. اینا کجا بردی حقه؟ از سلمونی کرایه کردم. آخ اینقدر حق نزن جونه، برای چیزی دوش نباشه. این کار نکنی که آقا بفهمه ها. خب حالا برنش یه ذره را برو تا ببینم. بلند شو. با پاشن سنه چه این که بازه را رفتنیه؟ پا چیزی را برم؟ زنونه را برو. چطوری آخه؟ اینجوری که دل آقا رو ببری. فهمیدی؟ آخ دلم رو بردید زری، آدش بهتون گرفته. حالا برو. ببین دلتو بردم زری جون. خوب شد؟ آره جونم، صدات هم نازم دیگه، کار تمومه. ای بای خدا. زری جو اومدم. سلام. او سلام سلام، الهی که قربون صدات برم، قربونت برم. چرا روده به من نمی کنی؟ آخه من خجالت میکشم. عینکتونو بردارید تا من روم به شما بکنم. آخه عینکمو بردارم دیگه نمیتونم اون صورت ماه و چشمای قشنگتو ببینم. چرا دراز شدی؟ من نصف شبا کش میام آقا. خیلی خوب، حالا که تو دوست داری عینکمو بردارم. یه عینک حالا خوب شد؟ ماه شدی آقا جون. عینک چیه؟ ببین چشمای شهلا نیست که پشت ویترین گذاشتی؟ راستی زری جون ببینم چرا صدات دورگه شده. میدونی؟ هم سرما خوردم هم عشق شما صدامو کلوف کرده. اوه الهی که قربون رو صدای دورگت برم. خوش کلم مکتا منو دوست داری؟ مامان جون چه همچی میکنی آقا؟ نکن با معلومه چرا شما رو دوست نداشته باشم. از قدیم گفتن دل به دل را داره، قلبه به قلبه تموشه. او برو برم الهی که قربونت برم. بگذاری آدم تو نامزد بازی که هر اونه کاری نمی کنه، تمام لبتون جاش میمونه به تنم. آقا نکن بگذاری. اگه من رو پیده کردی کمان جون، اگه من رو پیده کردی کمان جون. باز که در میدی، الان پیدا تو برم زری جا. مامان جا، جان جان جان، کمان جان، جان جان جان، کمان جان. مامان جا، کمان جا، زری جا، کمان جا، جان جان جان، کمان جا. مامان جا، مامانی، الان پیدا تو برم. گرفته به زری جون. حالا گوش بده، عوضش رفتم واسه این انگشتر رو آوردم. ببین چقدر قشنگه. اجازه بده من خودم دستت کنم. جون 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 مامان جون جون، چقدر شما خوبی. قربون تو کمال خوشگله. اون پسری که نمیتونه از این چیزا واسم بخره. زری جون ببین به چی میگم، تو دیگه اصلا اون پسر رجب رو فراموشش کن جونی. خاک بر سرش، اون پسرم آدمه آقا جون. جون میخواستم یه چیزی بهتون بگم ولی اون نمیشه. بگو الهی که قربونت برم. بگو خجالتتی زری جون 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 جون، یه خود پول به هم بدیم برم یه قواره پارچه بخرم. اوه الهی که قربون اون پارچهت برم. زری جو سب داشته باش، خودم میرم بازار واسه میخرم دو قواره. ده اگه ندین قهر میکنم. قهر تا روز قیامت. باید که قهر کردی زری جو. بد میدم، بیا 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 پول میدم، بیا 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 بیا. بابا جون روم نمیشه
بگم؟ رود بشی بگو قربونت برم، بگو. تو که هی فرار میکنی، تو که منو کشتی. بگو خوش دلم. اون یه پیرن دیگم میخوام. یو 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 ببینم حالا دیگه از من راضی شدی؟ آره قربونت برم. مردم از خوشی، تو چقدر نمک داری؟ آخه من بابام نمک فروش بود. خب اگه من نمک دارم، تو هم جمال داری، کمال داری. آخ بیام میمیرم واسه اون کماله. قربون اون جمالت. اوه جان محکم بگیرش در نهی. داری این چیه؟ اینکم کو؟ پس تویی پسر احمد؟ آره آقا جون من یاد کردی زریه بزین یا لحکونم باره بیرون همه تو رو هم دست خالی برمیگردی. قاسم آقا ما داشتیم مالو میآوردیم یهو تو ماشین خوردیم به تور همون پسره رجبه. هفته پیش من و داخی زخصی های خانوی رو چوبی زدیم نرزی بود داخی کار کی به شما کنه که همین رجب بره دیم ما هم دیدیم هواپسه سرخر کت کردیم و زدیم به چار. بله سگ زد برادر شغاله همه تون سرده یا کرباسی این یکی یه هفته از هر روز میره دم بازار حجره آقا کمال هر روز هم دستخالی برمیکرده. قاسم آقا درسته که خیلی خرپوله اما جز چند تا زن چیزی دیگه ای ما در حجرش نایدی. خلاصه اینجا از دست مردا کاری ساده نشده. اگه میتونی ما رو روسفید بکنی؟ کار چیه قاسم آقا؟ همون آقا کمال. چی کار چیه؟ آقا کمال گفتم دیگه. باشه اون با من. نه تو دخی با هم مأمور این کارین فهمیدین؟ ما که حاضریم قاسم آقا. نه من فکراشو کردم. برو یه قلم کاغذ برده بیا تا باید بگم بارا. چقدر مامانی پر افتخار. من و خواهرم از شما دعوت میکنیم چپ تشریف بیاورید در کافه گل صبح چپ. ببینم رجب. بله آقا چه فرمایش داشتین؟ بیا بابا جون تو یه کار خصوصی با دارم. کار خصوصی؟ آب رجب جون. بله حالت چطوره؟ تو خیلی پسر خوبی هستی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه چه کلکی تو کاره؟ شما که قربون دیشون جمع کنیم بریم. حالا چطور شو یه دفعه برق برگشت؟ ببین رجب جون رفتار دیشب تو خیلی من عصبانی کرد. برای این بود که گفتم برو. اما حالا قدری که هر چی که میگم گوش کن. اختیار داری آقا کمال. ما خاک راهیم به شرط اینکه شما با ما راه بیاین. بادی شلا رجب خوشم اومد از هم مواجب تو زیاد میکنم. بیا یه کار کوچولویی باهات دارم. بیا این رب تا شام منو بپوش بپوشون. آخه برای چی قربون؟ دیگه آخه و واخه نداره. هر چی که میگم گوش کن. چاش. آقا قریب گز نداشته باشه ما لباسمون همه پاستوریزه است. حالا یا هستی باشم. حالا برو اینجا سر جای من رخ برو. اولندش که آقا هانه شبه ما خوابمون نمیم. دومندش هزار تا کار واجب تر از خواب داریم. سومندش اگه بخوایم بخوابیم میریم تو لونه خودمون میخوابیم. چهارمندش خفه خون بگیر. اولندش دومندش سومندش بسر به تو میگم برو جای من دیگه بخواب. نه قربون این کار خوابیدنش. حالا برو دیگه برو جای برو جای واسه کار به این سختی همش ده تومن میدین. آره خوابیدنم کار سختیه. یه اینم ده تومن دیگه. خوب شد؟ چی چی رو خوب شد؟ حالا حالا خیلی کار داره تا خوب شه. مبلغ ضعیف آقا کمال. بیا اینم پنجاه تومن کوست بشه. حالا خوب شد دیگه حرف نزن. دیگه بخواه. بابا لا های ساپورتات زمین سر بالا سر ساپورتات بخوا بالا الله کنم مثلا الله کلای بازی میکنی بعد دیگه بخوا بریم یه خوابیدنم بیده تو آشپزخونه اش بازی میکنی نون من بیچاره را جان حالا خورخور کن ببینم یالا خور خور آخه این چه جور خورخوریه
اینجوری ببین. خب آقا جمال شما که خودتون به این خوبی بلدین، جای من تا صبح خور و پاپ کنین دیگه. اسا مسخره بازی رو بذار کنار، 50 تومن گرفتی بازم حرف داری؟ خیلی خوب، خور پس پفشی شو خور شما میکنیم، پفش شما دیگه. دارم از کوره در بیرم. آخه پسر احمق، من باید برم بیرون کار دارم که تو نکرد جای خودم خوابوندم. خب اونجایی که شما کار دارین ما میریم، شما اینجا بخوابین و خور رو پف کنیم. میخوام برم، اذیتم نکن. وقتی برگشتم بازم بهت پول میدم. آره جون. چش. خوب شد آقا جون. آره جونم، حالا اگر کسی اومد صدات کرد جوابشو ندیا. فهمیدی؟ بله. باریکلا. گوشی دستمه. خیلی خوب. پس حالا امتحان میکنی؟ بابا جون امتحان نکن، میترسم رفوزه بشم. چم سر به سر من بذار، آخه من اینجا مدرسه است. بگی بخواب دیگه. چش خوابیدم. وقتی صداد کردن جواب نده. آره بابا جون. آره برو پاپ کو ببینم. رجب کمال. رجب کمال. رجب جواب نمیدم. پسر جواب نمیدم هم نگو یار شو. رجب آقا رجب رجب میزه رجب رجب با منی بی خود صدا نکن، هیچی نمیگم. جون کمال جون جواب نمیدم. منو مسخره کردی یا خودتو زدی به خریه؟ جون زدم به خریه. میگم فقط خور رو پف کن. چش بر میگردم پولت بیدم. آم پول. خب من دیگه رفتم. برو. رجب کمال. رجب کمال. کمال 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 بله. وای رجب چرا اینجا خوابیدی؟ مگه کری؟ میگم چرا اینجا خوابیدی؟ پسر مگه دیوونه شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ آخه جواب بدم؟ آقا، آقا دوام میکنه خانم. پس آقا به تو گفته که بله خانم. از بس کم حواسش پرت بود. کیف پولش اینجا جا گذاشت خانم. بفرمی بگیرم. اینم عکس دو نفر خانم خوشگل خانم اینجا جا مونده. بح 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 بح. سلام مهنجون، حاله چطوره؟ سلام آقا. پس این که رفت زیر لحاف جنابالی؟ این که زیر لحاف خوابیده خودم هم. آره منم. ده؟ پس تو کی هستی؟ والا خودم هم تو همین فکر هستم که اگه اون منم پس من کیم؟ اگه من منم، پس اون چیه؟ ده برو بگذار، حق به باز. میخوای دونه دونه موهای سیبیل رو بکنم؟ ده بابا، شاید دوز باشه. رجب، رجب گم شو از این لاف بیرون. سلام عرض چه میکنم؟ سلام و زهر ما، چی به تو گفت رو تخت خواب من؟ پس کیف پولو برای تو برداشتی؟ برو ای حق باز. این کاغذ مغازه رو کی برای تو فرستاده؟ بلایی به سر اون زنا رو بیارم که توی همه داستانا بنویسم. رجب بله. گوش کن، هر چی میگم باید بدون چون و چرا اجرا کنی. ببین این مرد شریف با دو تا خانم خوشگل مشکل توی کافه راندوو داره. فوری کمد یه دست لباس های خیلی قشنگ آقا رو بر میداری و میپوشی. خودم میبرم ات دم همون کافی عادت میکنم. یکی از اون زنها یه خورده لاغره، یکی دیگه شون همچین چاقتره. میری جلو سلام میکنی، میگی من آقا کمال هستم. فهمیدی چی گفتم؟ آخه خانم چطوری؟ پولی چیزی خرجی آخه فلانه؟ آخه ما رجب این کیف پولو بگی.
هر چقدر دلت میخواد برو خرج کن. تو یالا بلند شو. ای سر به سمن برم در دست تو ساغرم میبوسم لب تو را دارم در کف تو جا مرغک من پرنده ای از همه کس پرنده ای چورون شد و خنده ای چورون شد و خنده ای جانا در نگاه تو به دو چشمان دل سیاه تو که به لبخندی پرده ای دلم به سر کویت کرده ای بلم زان قد بلند تو گیسوی کمند تو گیسوی کمند تو زان قد بلند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو کمند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو چه خوب و دلبری کن دلان خوشتری به تو شورش من که تو شد و شکری تو بهار آرزوی به چه رو دلم نجوی به کسی اگر نگویرم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو تو مهی فرشت روی تو گلی بنفش موی چه قدی تو را چه جوی تو گلی گلم به تو که توی گلم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو که توی گلم به تو که توی نیومد به نظرم زنش فهمیده باشه ها نکنه بیاد ما رو نشناسه و بیره نه بابا من به گارسون گفتم از اون گذشته حق و حسابشم دادم اوه مثل که اومد پس من برم و پیرو بفرسم نه میفهمه خودت بشین جای اون اون وقت دخی هم تو ماشین منتظر ما میمون آره سلام علیکم. آقا یا الله. آقا یا که خانوم ما رسیده. از بابا رو جا بکردم. همه دو خوره رو. آقا یا شما. همه جمع. دست داری تو هم دو خور شدی؟ یه خوراک بر بیاریم با سلام علیکم آخ کمان نه خیر بنده رجب بله بله بنده کمال کمالم بده بیا بده بیام بالا شما بده بیام بالا بفرمایی تا از من استفاده کنی چی فرمودی؟ معذر من معذر ندارم حجره دارم کجاست؟ در منزله منزله؟ بله حجره من در زیر زمین یک عمارت سه طبقه قرار داره آخه چی کار میکنی؟ کار مرتب واردات و صادرات برقراره آخه چیه؟ آها آها واردات در تجارت ها بر دو قسمه دفعه اول انواع و اقسام ادویه جذب حبوبات نباتات گوسفند وارد حجره میشه اون وقت من و زری به مرگ جفتتون که میخواد زری؟ زری کیه؟
که میخوام سر به تن هر ستاتون نباشه ماشین نویسه. ها فهمیدم. پس در حجرتون سرگرمی داری؟ نه جون شما. مشکله. مگه من به این ماشین نویسا اعتنا میکنم؟ به من میگن آقا کمال نه آقا جمال. مال دارم، منال دارم، ولی دلبر ندارم. بعد چی کار میکنی؟ بعدش، آها بی در گوشت بگم من این خوب بودم. میخوام بگم براتون ویکسی بیاره و شامپانی ها شامپانی میخورید. و اما کار، کار ما از اینجا شروع میشه. تمام این جات ها و آلات ها رو قاطی میکنی، بعضی ها رو در مایتابه، بعضی ها رو در کماجدان و ما بقی رو در قالب بسیار بزرگ که درونش سفید و بیرونش بسیار سیاه هست میریزیم. بعد از نیم ساعت حاضر میشه. خب در اینجا قسم اول واردات تموم میشه. همین؟ پس کار شما همینه؟ سب کن مامانی. کجای کاری؟ حالا باید صادر کنم این. چجوری؟ ولش کن چرت و پرت میگه. آره ولش کن. یعنی از حجره ها به طور موقت خارج میشود. نباتات و گوسفند جات که در قالب به صورت مختلف در آمدند توسط زری به طبقه دوم نزد آقا کمال برده می شود. اون وقت آقا کمال بی کمال بی معرفت شما؟ نه خیر آقا کمال. بله دیگه بله بله یعنی خودم یعنی خودم. آقا کمال بازرسی دهنی رو شروع می کنه، بعد می فرسه پایین. اینجا صادرات تمام شده و قسم دوم واردات ما شروع می شود. پس شما اجرتون خیلی بزرگه. نه یه اتاق کوچولوه. پس طبقه دوم چی؟ ها؟ بله یعنی حجره ما به اندازه 100 تا اداره است. پس ما میتونیم در حجرتون استخدام بشیم؟ حجره من؟ بله در حجره شما. آقا کمال تازه عذر ما رو خواسته. یعنی عذر شماها رو خواسته. شما میتونید در حجره خود من استخدام بشین. من؟ بله. پس من چی؟ تو هم همینطور. اصلا شما چرا کار میکنی؟ نه قرون جفتتون برم. من خیلی شما رو دوست دارم. لابد منو. نه لابد منو. هر دوتونو مامانی ها. آدم نباید بین نعمت های خدا فرق و فرضی بذاره. خورو رو چرا نایی و خورو تو خورو بره خلقه بده. من میخورم به سلامتی جفتتون. بهاری ندارم جز آرز از شمع شب تری ندارم. خوندم دل داده ی تو افتاده گشتم افتاده ی تو دل داده گشتم افتاده گشتم از قید هستی آزاده گشتم رویت چو دیدم در کوی عشقم با سر دویدم از خود گذرم دست تو جانا میخواهم زیرا تو هستی دلخواهم خود از نیازم و گفتی از قهر و نازد و گاهم زیبا توی تو رنا توی تو شیدا منم من میدانی
مستی، ای عشق و مستی، بی من کجایی؟ از قید هستی آزاده گشتم، رویت چو دیدم در کوی عشقم، با سر دویدم از خود گذشتم. من جز تو یارم یاری ندارم، زلفت مدد کاری ندارم، جز آرزت شمع شبت کاری ندارم، دل از سر زلفت مدد کاری ندارم، جز آرزت شمع شبت داده من بخونم، من میخونم، شما هم دست بزنیم با بشکم. باشه. مال پدرم رو خوردی، باقی اون رو بردی، نصفشو دادی به ملا، نصفشو تنها خوردی، کوف بگیری ایشالله، بالی دایی مش مشالله، دلم رو کباب کردی، شگرم رو آب کردی، بالی دایی مش مشالله، من که خانم یاد چه آخی و این حالی که دارم. سب کن لباسات در بیارم تا راحت بخوابی. من خواهر نمیاد، شما جفتون بریم بخوابی. من یا اون؟ تو کدومی؟ من اکرمم، منم دخیم. دخی چیه؟ من باش، اکرم چیه؟ من بلاده از بده بخواب. خوابش بردا؟ بهتر. دخی تو برو قاسم آقا رو خبر کن. قربون پای گوشتالوت برم، چقدر بو میده عکسم. چرا پای ایمان خلقنک میگی؟ قربون پای گوشتالوت برم، چقدر بو میده عکسم. چرا پای ایمان خلقنک میگی؟ قربون الهی با این پای گوشتالوت رو خیلی عکسم جو، فرار نکن، بیمه عکی عکی جو، عکی 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 عکم جو، باش روی من چی میگم، عکم دیل گرده اردم. اوه، کجا ندی در میگی؟ عکم جو، پاد بو میده، عکم همون برو، عکم کیسه بکش، عکم روشو به مال، عکم خواهی بزرد، عکم خواهی بزرد، عکم چه خبره؟ رجبه؟ رجب چی؟ این همونی که یه دفعه ما تو اتوبوس سر دستش فرار کرده. یه دفعه من از اینجا فرار کرده. اینا کی هم؟ میگم اینا کی هم؟ وای
دلم به هم خود از این قیافه‌های فک و فامیله دیره ساکت شما قبایی به هم یه مقوی کو کجاست آن پدرش در بیارم اینها وای این که همونه جنجو سلام نموقع من جونم در بیارم و خوب تو تله افتادی ها رجبا گوستت غلفتی میکرم این چه تله افتادم پس این رجبه که از اینجا در رفت؟ منم نمیشناسمش، نمیدونم کیه این همون مودماغ ماست که صابونش به طعم همه ما خورده بجز تازه یه دفعه هم از دست اکبر ریزه در رفته با تناب میبندیش و فرار میکنی؟ آره؟ آره؟ الان نشونش میدم که چطوری باید فرار کرد، پاشا جدی که تناب پس ما کار درست شد با کمال دست کار به همکارای ما یاد بده یه تیکه تناب دو تا میخ یه ماه تناب بری برا اون وسط جمعونه داشت رجب و خوب تماشا کن نه تر دستیه نه چشمندی جمال بود جانسا دیگه این توبری ها از اون توبری ها نیست غلط گرده من نوکر آقا کمالم من خودش میزم ببینم پس تو نوکر آقا کمال هستی خاک بر اون سره خاک بر سره قربون دسته هیچ بیدیم متشکرم قربون همه جون کدوم آقا کمال آقا کمال تاجر معروف دیگه به جونمی خودشه درست شد برای بچه ها همه تو برین سر کاراتون محمود تو همینجا بمون باشه اکبر ریزه تو هم برو سر کاره پس بابو محمود بله مواظب باش که دیگه فرار نکنه خواجه جمع باشی برین سر کارتون قاسم آقا تو رو خدا رحم کنی آخه پسر مگه عقل چند بیخواه جنگاختی مینه حچل خانوم پول داد منو مجبور کرد که این کارو بکنم مام دیدیم هم فاله هم تماشا پس دونم داری؟ یه دسته اسکناس 9000 تومانی تو جیبم هست آره من که دبی سود اینجا مهمون شما هستم با تو مونه دارم پول لازم ندارم همش مال شما ها معلومه که خیلی دست دلوازی ها رجه آره جون شما آخه جد من حاتم تایی بوده تو بمیری ایما درست با دوجا کار میکنیم اما پول مفت از کسی نمیگیریم فهمیدی؟ اگه دلت خوش همینطوری ممکنه با هم پاسور بازی بکنیم چطوره؟ پاسور که خوب نی من یه بازی شیرینی بلدم چیه؟ چجوریه؟ آخه اقلا دستامو با کن تا من بهت بگم دستتو با کنم بزنی به چاش فرار کنی ها؟ نه جون تو عوضش تو پاها هم ببن این شد حسابی باشو بده به ما بینی بگی باشو وقتی بارکالا بچرخم یواشا بچرخ بینه بارکالا بازم چقدر گره کور داره خب حالا بلش اولا پاچه ببنده بارکالا ببن گوزه که نبندیه زده یواش بیرو مایی چه همچی پاچه ببندم که ندونی از جا جم بخوری خب بگو بینیم بازی چیه هیچی خیلی ساده هست با چشم بسته نمیشم خسته با حق چیزای نشنیده اگه یه ریزه حافظه داشته باشی خیلی میتونی از این را پول به دست بیاری پسر خب بگو بینیم چه چیزیه این بازی اینه که یه نفر شرط میبنده و چشماشو میبنده مرتب میگه با چشم بسته نمیشم خسته بعد هر بلایی که رفیقش به سرش آورد نباید چشماشو واکنه بلشه فقط مرتب باید بگه چی بگه؟ با چشم بسته نمیشم خسته اگه حرف بزنه و چشماشو واکنه بازی رو باخته ها بس این که کاری ناره خیال میکنی
مگه بچه شدی؟ دو دقیقه هم نمیتونی طاقت بیاری. اگه تونستم چی؟ همه این پولا مال تو. همه این پولا مال ما؟ آره. حاضری؟ شروع کن. یک، دو، سه. با چشمای بسته ایما نمیشیم خسته. با چشمای بسته ایما نمیشیم خسته. با چشماتو خوب ببر. ایما نمیشیم خسته. حرف نمیزنی؟ با چشمای بسته آهان وا میکنم آه. نمیشیم خسته. دارم میرم محمودا. با چشمای بسته بی خود حرف نزن، گول نمیخورم، حرف نمیزنه. طاقت زیاده. ایما نمیشیم محمود بسته. جون تو من رفتم محمود بسته. یه سمت تو من فرمان داری بسته. اگه طاقت بیاری تا آخرش هم خیلی نکنی پسر ماهی هستی محمود. جون تو من رفتم، اون وقت نگی یارو به ما زدا محمود. ببین چی دارم میگم. با چشم بسته نگی یارو نارو زدا. با چشم بسته جون محمود من رفتم محمود. دارم میرم محمود جیمبو. ایما نمیشیم خسته. خاک بر سر کنم، من دارم میرم. ایما نمیشیم خسته. با چشم بسته محمود نارمون. با چشم بسته من که رفتم تو بمون. رفتم که رفتم ایمو نمیشیم خسته. با چشم بسته ایمو نمیشیم خسته. با چشم بسته ایمو نمیشیم خسته. با چشم بسته ایمو نمیشیم خسته. اخی ما چشم بسته ایمو نمیشیم خسته. پس اینا در بریم، ولی به شما بگم عوضش جاشون یاد گرفتم. خب دیگه چه نشونی های از اونها داریم؟ والا یه رئیس داشتن، یه سیبیل کلوفته بود، یه فینگولی جنه بوداده، چند تا زنم بودن، خوب منو تو اچل انداخته بودن. با این توضیحاتی که جنابالی به ما دادید، اتفاقا دیشب دهی دزد شیاد در حین سرقت به وسیله مامورین ما دستگیر شدن و همه اونها اینجا هستن. خب ببینم آقا، اگر شما اونها رو ببینید میشناسید؟ بله خوبم میشناسم. پس اجازه بدید. بله سرکار، ایشون به اون اتاق راهنمایی اطاعت میشه. بفرمایید. به فلش که آوردی؟ سلام نگو قاسم آقا رو جنه بوده داره ببین. قاسم آقا چطوری؟ آب چه سر بالا میره؟ دو مرتبه برمیگرده سر پایین. قورباغه ابو عطا میخونه. بگو دام میره. جمعتون جمعه ها؟ آره فقط تو یکی کم بودی. بفرما چرا سرپا وایسدی؟ منتظر اجازه شما بودم. بی اجازه شما که من نمیشنم قاسم آقا. داشته که نبکن. بفرما بگم چایی بیارن. ظرف شده. دستور بدین استکانا رو جمع کنن. او خود دماغ و سیبیلا رو دود دادن؟ بگو حالا که دور دور کارکاری خوندن توه. اختیار دارین. ما کوچیک همه آقایون هستیم. خب ببینم چیز میزی میل فرمودی یا بگم براتون بیارم؟ آره تصدق سرتون دیشب تا حالا مرتب تر خوش میشه. به رولو برم هی. پس سفارشتون رو بکنم. خب خوب استراحت کنین، خوب استراحت کنین، بازم من خدمتتون میرسم. آره فهمیدی من رفیق خوبی هم براتون. خب سرکار بفرمید. شما بفرمید. شما برو به جام سرمان اطلاع بده من برم خدمتشون برسم. برو دیگه. بفرمید. بفرمید. خب دوستان رفقا گش تا گش قربون همگی، امیدوارم همه اصلاح بشین. خداحافظ شما. قربان شما. خانم اطمینان داشته باشید که ما به این موضوع دقیقا رسیدگی میکنیم. مطمئن باشید. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. قربان گزارش آماده است. بسیار خوب. بفرمایید. خب اجازه مرخصی میفرمایید. جناب سروان همه خودشون بودن، با همشون هم سلام علیک و احوال پرسی کردم. امری با من ندارین؟ پس همکاری شما با پلیس خیلی متشکریم. خدا حافظ. خیلی متشکرم. قربان شما. ساعتون کم نشه. مرمت میزید. نگاه کن. آقا رو راهنمایی کنید. بفرمایید. کیف و پولام به درک. لباسای نازنینمو بگو.
آخه همینطوری وایسادی؟ یه فکری بکن. چی رو من یه فکری بکنم؟ مگه خودت چی کاری؟ این پسر بی سر و پا رو از تو خیابون پیدا کردی و اردی اینجا که این بلا رو به سر من آورد. من این بلا رو سر تو آوردم؟ یا اون دوتا زن که تو رو دعوت کرده بودن؟ یا چرونی های تو با اون ذریع بدجنس؟ چشمت گوشه، هرکی خربازه میخوره پای لرزش هم میشینه. گوش کن چی میگم، آخه بابا جون من، زن من میگم چرا بی خودی پول و کیف و لباس های نازنینم و همینطوری دادی به این پسر دوز برداره ببره؟ رجب دوز نیست، اگه من آوردمش که خیلی خوب میشه. باز از این حقه باز دفاع کن، میبینی که برداش رفت؟ نرفت آقا، اومد. بیگیر، رجب دوز نیست، بلکه دوز بیگیره. میدونین ما کار میکنیم و یه لقمه نون شرافتمندانه در میاریم میخوریم. حالا اینجا نشو جای دیگه. خانم جون، همون لباسای پارماره ما رو بدین، دست از سر ما بردارین. عصبانی نشو رجب، من از طرف آقا از تو معذرت میخوام. آخه خانم جون، ما به خاطر شما همه چی شنفتیم، هر کاری بگین کردیم. این یکی دیگه آخریش وصله ناجوره. داش رجب نمیتونه دوز باشه. جون خانم، نمیدونین چی کار کردم. درد سرتون نمیدم. اون دوتا خانوما که از آقا رانده او گرفته بودن تو زرد از آب در اومدن، فهمیدین؟ هر دوشون از طرف یه باند بزرگ دوزا مأموریت داشتن آقا رو لخ کنن. حالا بیا خوبی بکن. لا اله الا الله. خب بگو دیگه. هیچی خانم جون، ما رو مست کردن و بردن توی دخمه. حالا نزن و کی بزن، تا دلشون میخواست منو کتک زدن. مرد شورشونو ببره، آخه واسه هیچی. آدرس آقا کمال میخواستن و پولاشو. خلاصه به هر کلکی بود نصف شبی زدیم به چاک و رفتیم کلانتری. کار تموم کردیم. عرض کردم داشت عجب دوز بگیره. خب خانم جون، مأموریت ما تموم شد. دستور بدین لباسا رو بیارن و حساب نصابا رو برسن و ما میخواییم بریم. چرا؟ کجا؟ پسر می دیوونه شدی؟ دیوونه شدم؟ دیوونه بودم که هر خور و پف و صد تومن تیغت نزدم. رجب، تو حتما باید اینجا بمونی. آره پسرم، اینجا مثل خونه خودت میمونه. تو هم از این به بعد مثل پسر من هست. منم جلوی تو و ذریب به خانوم قول میدم که این آخرین حواسم بود. از این به بعدم کوشش میکنم زندگی بهتری رو برای خانواده خودم به وجود بیارم. آقا جون، شما که میدونید، خانمم که میدونن من و رجب هم دیگر دوست داره. بیاید و یک کمکی به من رجب بکنید. اگه راست میگید به جای همه این تعارفا یه سرمایه کوچیکی به ما بدین تا هر دومون عروسی کنیم و با هم یک کار کاسبی را بندازیم. همیشه هم دعاگوی شما و خانوم باشیم. من میخواستم همینه بگم. شیطونم. خب راست میگم. مهینجون، تو موافقی؟ بله. چشم، اما به یه شرط این سرمایه رو بهتون میدم. چه شرطی آقا شما؟ به این شرط که بگین اون دو نفر زن خوشکل بودن یا نه. آقا جوان، آقا جوان، آقا جوان. شکر خدا در دو علم شد، شکر خدا گنچه به بار آمد، شکر خدا بوس به کار آمد، شکر خدا به کام دل ما شد دور جهان دیگر نمی نالم از درد نهان
ساقه می به میان کرام ما شد آخر دار زمان بر روی من و تو میخواندم زمانه باز و تا بخوانیم شعری عاشقانه شعری عاشقانه بسول آمد کف بزنید روز طرف سر زد کف بزنید تی شده شام ما کف بزنید پر شده جام ما کف بزنید دو عاشق بیده شد هم دم هم که آگهند از عشق و از غم هم دو دل بر و دو دل با عشق و صفا عشق و شیدای هر دم زده دم ای مطرب خدا را با ساز و ترانه